بس أنا أتخش هم دين دكتور سيم تشكر سلام عليكم خدمتي بين دواي محترمي تلفزيوني وطن سپاس گزار هستیم برای بینندگان عزیزم بسیار خوش آمدید میگم بر شما همچنان بسیار خوش هستیم که امروز سر یک بحث بسیار اکادمیک و علمی دکتر صاحب صحبت میکنن اینا یک رساله را به چاپ رساندن یا نشر کردن در جستجوی نظام اقتصادی سیاسی و اجتماعی عمدتا برای افغانستان در این رساله که بسیار ارزشمند و علمی که اینا نوشته کردن تحلیل‌های بسیار جالب دارن بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی سر نظام های لیبرال دموکراسی غربی سر نظام های سوسیالیستی تناقضات از اینا نتایج از اینا نتایج رقابت ها در شرایط جنگ بالاخره سر وضعیت کنونی جهان و چیز بسیار جالبه که در این رساله هست تحلیل بسیار عمیقی که دارن که یک بدیل نظام های لیبرال دموکراسی و بدیل نظام های سوسیالیستی ده بر زندگی بشریت که چگونه نظام ها جامعه بشری به سوی رفاه و ترقی میکشانه چگونه نظام ها هم دموکراسی ده مراد میکنه هم رفاه و پیشرفت و ترقی ده و آبادنی کشورها رو به وجود میره تجربه از سالهای 1970 به بعد چگونه است تا کنون در مقابله با این نوع نظام کشورهای ظهور کردن که در اون نظام های سوسیال دموکراسی طرف استفاده کردن تطبیق شد کشورهای اروپا شمالی دنمارک، سویدن، نروژ، هلند تا حدود آلمان، حتی انگلستان استرالیا، نیوزیلند این کشورها نظام های سوسیال دموکراسی را تطبیق که در او دولت ها کوشیدن از طریق سیاست های مالیاتی از طریق با معرفی مالی مترقی یا از سرمایه‌دارای بزرگ مقدار زیاد پول بگیرن و این رو به جامعه تقسیم در بدل از خدمات معرف در جامعه مجانی توزیع کنن خواست خدمات صحی را یک بیمه صحی مجانی را بر مردم فراهم کنن حقوق کمترین حد اقل حقوق بر جامعه خود در مزد تعیین کنن و این کشورها امروز از لحاظ اندکس بهبود وضع اجتماعی و وضع زندگی در بلندترین سطح در جهان قرار دارند. کشور نروژ در نمبر درجه اول است در دنیا. همچنان همین کشور را قبلا نام گرفتم یا به ترتیب در از لحاظ وضع زندگی و رضایت مردم از وضع زندگی خود در معیار بسیار بالا قرار دارند. خب ما عرض ما این بود که در زمان که ما در جریان های روشن فکری در افغانستان جریان داشت در او تبلیغات صورت می گرفت که از نظام های مختلف تبلیغ می شد از جمله یکی هم اقتصاد و نظام اسلامی بود که مزایای از او ما از احزاب اسلامگرای که در اون زمان البته به نام سازمان جوانان مسلمان یاد می شد که اشخاص مثل گلبدین حکمتیار و ربانی و نیازی و غیره در او شامل بودند و روزنامه بود به نام گهیز که ایره نشر می کرد نظریات یاره و در او البته از اقتصاد اسلامی صحبت می شد و عدالت اجتماعی را در اقتصاد اسلامی می دیدند من کوشش کردم که چیز من خواندیم از این مردم در مورد مبانی اقتصاد اسلامی که اقتصاد اسلامی اساساتش چیز اما من کوشش کردم جستب گرفته از مطبوعات مختلف از نوشته های مختلف در سطح جهانی شورای مختلف و بعضی کسایی که کوشش کردن اقتصاد اسلامی را فرمول بندی کردن و کنن و در یک مدل اقتصادی ایرا عرضه کنن من ایرا کوشش کردم که ایرا زیبنم که چی نوع اقتصاد
اسلامی چی اساسات داره. حتی کشورهای غربی، امریکا و اروپا چیزی در چند ندارن که مردم افغانستان بتونن بیشتر فریم. چون ما از سال 2001 باید به این طرف شاهد یک افغانستان استیم که بر مدل دلخواه جوامع غربی بنیاد نهاده شده. قانون اساسی افغانستان با مو اساس فرمول بندی شده. ما متخصصین امریکایی و غیر کشورها این دولت ایجاد کرد. ما امروز میبینیم که این نواقص این سیستم در کجا هست، چی بود و دستاوردها از او چی هست. بله. نواقص از در کجا هست. بله. نواقص از در کجا هست و ما چطور میتونیم که در آینده این را در نظر بگیریم برای ایجاد یک دولتی که ما در او عدالت اجتماعی را فراهم کنیم، در او صلح پایدار به وجود بیاید، حقوق اساسی مردم ضمانت شود و بتونه مردم سطح زندگی مردم بالا ببره. ما در قانون اساسی جدیدی که در افغانستان نافذ شد از 2004 به این طرف، دوی قانون اساسی واقعا از لحاظ تمام ضوابط خود بسیار دموکراتیک است. بسیاری مواد از او از قانون اساسی 1964 زمان دموکراسی دهه دموکراسی نقل شده و حتی بعضی چیزهای بیشتر به او افزوده شده که باشه که او باید امروز ما شرایط بهتر را میتونستیم به او نائل شیم. اما باز هم ما همین مشکل را که در زمان دهه دموکراسی وجود داشت فعلا با او موجود. کسایی که به تطبیق این قانون اساسی اقدام کردن خودشان به این قانون اساسی اعتقاد ندارن، خودشان به نظام دموکراسی اعتقاد ندارن، خودشان اساسات دموکراسی را نقص میکنن، خودشان نتایج دموکراسی را پروسه‌های دموکراسی را قبول نمیکنن. برای اینکه این مردم فکر نمیکرد که مردم افغانستان مستقلانه فکر میکنن. مردم افغانستان وقتی که پشت صندوق های آرا میرن و به مو میارایی که نزد خودشون اصلا میته و منافع ای اشخاص در نظر نمیگه مردم، بخصوصی که از کسایی که در دولت بعد از طالبا سهم گرفتن و سهمی هستن و این دولت برشون ارزانی شد از طرف مقامات امریکایی، از یا ناراضی شدن، بخصوص خرابی بدبختی هایی را که بالای مردم افغانستان در زمان انارشی مجاهدین دولت مجاهدین واقع شده این را بخاطر دارن و بعد از کنفرانس بن قدرت سیاسی دولت دوباره از طرف امریکا ارزانی شد با مو کسایی که این مملکت تخریب کردن، با مو کسایی که نظام دولتی افغانستان پیج به پیج مهره به مهره تخریب کرده بودن و فروخته بودن. دوباره این دولت به مو داده شد و از مو خواسته شد که شما در این دموکراسی رو پیاده کنین، در این شما حکومت قانون رو پیاده کنین، در حالی که این رهبرهای تنظیم های جهادی به حکومت قانون معتقد نیستن، به دموکراسی معتقد نیستن. و حال امروز بعد از 4 انتخابات که مردم این تنظیم های جهادی را رد کردن، اما یا باز هم با مو قدرت روز اول خود در قدرت سهم است و با استفاده از سهم در قدرت یا زراندوزی پرداختن و از
کمک های بین المللی که سرازیر شده در افغانستان سوء استفاده کردن از قدرت های دولتی که در اختیار ضیا بود سوء استفاده کردن و در یک اقتصاد مافیایی را در کشور ایجاد کردن یک دولت مافیایی را ایجاد کردن که امروز به یک نظام مافیایی موروثی مبدل شده ما امروز میبینیم که آهسته آهسته این قدرت از پدرها به سرای ضیا منتقل میشه و این اشرافیت موروثی ادامه داره اشرافت موروثی جهادی در این کشور حاکمه این که اشرف غنی چی میکنه یا این که ببرک محمد کرزی چی کرد این نقش درجه اول در داخل جامعه در سیاست های در اقتصاد جامعه نداره اقتصاد افغانستان هنوزم اما اقتصاد بازار رقابتی است در مجموع هیچ وقت تغییر نکرده ما اگر نظام ما قبل سلطنتی داشتیم ما قبل دهه دموکراسی داشتیم در زمان پلان های اول دوم سوم زمان دهه دموکراسی زمان جمهوری داوود خان تا به امروز اقتصاد اساسی مردم افغانستان همون اقتصاد زراعتی است که در پولوی از او بازار آزاد رقابتی بسیار نقش وسیع در تولید ناخالص ملی مردم افغانستان داره و این تغییر نکرده ما اگر 14 سال حکومت حزب دموکراتی خلق ده این تغییر واقع نشد چند تا تصدی دولتی نمیتونه اقتصاد یک کشور 30 میلیونی رو تغییر بده هنوز هم ما امو ضوابط اقتصاد بازار در اینجا تعیین کننده قیمت هاست در اینجا عرضه و تقاضای به اساس امروز اقتصاد افغانستان در در اختیار امی مافیا قرار گرفت وقتی این مردم با پول های بادآورده رسیدن به ایجاد بانک ها دست دادن با ایجاد موسسات ترانسپورتی دست دادن با ایجاد شرکت های مختلف دست دادن صندوق های اتاق های تجارت در اختیار ضیا قرار گرفت امی رئیس فیلی پارلمان افغانستان رئیس اتاق تجارت از در پروان اینجا و غیر جایا بانک سرنوشت کابل بانک و هم معلوم است از کابل بانک وقتی ایجاد می شد برای برادر کرزی تلفن شد که تو بیا برادر که ما یک بانک می سازیم من با ما شریک شد این 10 میلیون دلار در اینجا با تو شریک سهم تو خود بود شریک شد او گفت برادر من 10 میلیون دلار ندارم از کجا چطور می دارم در بانک شریک شم گفتن نه پوشش نگر پولش ما برات می دیم تو فقط بیا شریک شو پولش برادرهای مسعود و غیره یاد برش تهیه کرده چون برای ما فقط نام کرده مهم بود که کلید در چی باشه در گوشا باشه کلید داشته باشن که هر جای دروازه رو بستر باز کنن کارهایشون در جای به آسانی صورت بگیره به نام برادر رئیس جمهور و بالاخره ما دیدیم که این کابل بانک میلیارد ها دلار پول که تمام معاشات دولتی افغانستان در اونجا از طریق پرداخت می شد به بانک های به دبی و اینجا انتقال کرد به ویلاهای میلیون دلاری در دبی اینجا خریداری شد با پول غریب مردم افغانستان و بالاخره سپرد کرد خب یعنی منظورم ایست که ترانسپورتی رو ببینین تمام مثلا خدمات نفتی ترانسپورت نفتی ما از زمان افسوتر بود که در زمان حزب دموکراتی خلق ایجاد شده بود حال امروز امو شرکت ها را کلش اشخاص انفرادی گرفتن یا ایست که غصب کردن یا گرفتن و برام خود ساختن یا هرچی کردن با او اضافه کردن و امروز تمام ترانسپورت نفتی قراردیاد ترانسپورت اموال و دست همی افراد است تجارت افغانستان با خصوص با
اقتصاد جرمی مواد مخدر یک جا شده یک اقتصاد مافیایی ساخته که در او اولیگارشی که در دولت هست همه چیز اداره و ای اولیگارشی ای مافیا هیچ علاقمندی نداره که از قدرت دولتی را از صرف نظر ما ای را در قسمت نور عطا محمد نور دیدیم در قسمت عبدالله خان دیدیم عبدالله عبدالله که در ظرف 30 سال گذشته این آدم در ظرف 20 سال به 20 سال گذشته ببخشید یه آدم یا وزیر خارجه است یا در یک نقش یا در نقش دیگه در دولت افغانستان موجود است یا به هیچ صورت حاضر نیست این قدرت ها را هست ما این فسادی که در افغانستان ایجاد شد البته انداختن گناه از اون تمام برای دولت افغانستان و کسایی که در دولت بودن این درست نیست در این فساد خود سیستم امریکا سیستم همی ارزی کمک های اقتصادی که در امریکا وجود داره موجود است نقش بزرگ داشته کمک های USAID از طریق شرکت های خصوصی قرارداد میشه ایجنت های قرارداد میشه و ایجنت ها داده میشه که 25% این پروژه ها در خود امریکا اول به او کمپانی ها داده میشه به ایسه فیس منیجمنت فیس بعد وقتی به افغانستان میرسه ما در اینجا یک سیستم تازه را اینجا ایجاد شد که در افغانستان نامانوس بود وجود نداشت ما NGO ها نان گورنمنتال اورگانایزیشن ای مشروم شد از هر جای مردم خبر شد که پول وجود داره برای معارف برای صحت عامه برای راه سازی برای میدان هوای سازی برای تعمیرات یا هر کس رفت یک شرکت ساخت یک NGO ساخت که ما متخصصین تعلیم تربیت هستیم ما متخصصین صحت عامه هستیم خدمات و ای پول ها را مستقیم قرار میشد با ای NGO ها از توسط دولت های غربی امریکا و انگلستان کشورهای اروپایی مستقیم یا قرارداد میکردن با این شرکت از طریق دولت افغانستان این نمیشد این کمک های خارجی چینل ازی از طریق دولت افغانستان نبود عمدتاً البته یک مقدار ازی از طریق دولت افغانستان چیز میشد به جامعه پم میشد میرفت پول ولی یک قسمت بیشتر از این مستقیم دایرکت با کمپانی های شخصی و شرکت های شخصی و یا NGO ها در افغانستان تطبیق میشد که نتیجه از این ما دیدیم سرک های بدون استاندارد ایجاد شد تعمیرات بدون استاندارد ایجاد شد در هلمند امریکایی ها برای یک کمپانی خصوصی پول داده بودن که برایشون چند تا کاغوش بسازه برای سربازایشون وقتی تکمیل شده رو شفت ماهی ساخته میره بگیری وقتی میرن ببینن که خارج از محوطه است که وا میخواستن خارج از اون کوریدور امنیتی است کوره میره ما ببینیم که این نشان میده که یک طرف چقدر تعلل از طرف امریکایی شده چقدر تعلل از طرف افغانستان یک شرکت سوئیسی قرارداد کرده بود که امی قروانی امریکایی را سربازه امریکایی را برسن این به اساس اسناد خود وزارت دفاع امریکا این کمپنی سوئیسی 200 میلیون دلار اضافه هم از چارج کرده بود وزارت دفاع که 200 میلیون اضافه چارج کرده بود این که اصل پول چقدر چارج شده بود خدا میده و چون یا امی قروانی از یا چیزی غذایی از یا در دبی و در سوئیس نه اینجا بسته‌بندی میشد و به افغانستان آورده میشد حتی آبشون از این کشور آمد و این بالاخره به محکمه رفت و این شرکت سوئیسی محکوم شد و حالا مجبور سی پول پس ما عرض می ایست که فسادی که در افغانستان ایجاد شد در این فساد در بخش ابعاد بزرگ فساد خود غربی ها شرکت در بخش خوردریزیش افغان ها زهید و نتیجه از او هم یک این بود که حیف و میل میلیارد ها دلاری بود که برای افغانستان اختصاص داشته بود برای انکشاف اقتصادی افغانستان